سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. همه نظرها به اهواز و خوزستان دوخته شده است. هزاران کارگر فولاد اهواز در ششمین روز اعتراض خود در خیابانهای مرکزی اهواز دست به اعتراض زدند و با راهپیمایی و با شعارهای حساب ما پاک نشه اهواز قیامت میشه، پول ما رو دزدیدن، باهش دارن پوز میدن. در روزهای گذشته نیز کارگران در مقابل استانداری و در محل نماز جمعه دست به تجمع زده بودند. تجمع کارگران مورد توجه وسیع مردم اهواز قرار گرفت و در سراسر خوزستان مورد توجه. اما این صرفاً یکی از اعتراضاتی است که در خوزستان و در اهواز ما باهاش روبرو هستیم. ما بیش از 600 نفر از کارگران لوله‌سازی خوزستان رو داریم که حتی برخی از اونها بیش از 22 تا 23 سال سابقه کاری داشتند، اما برای مدت از 3 تا 10 سال حقوق عقب مونده رو از کارفرما طلبکارن و در حالی که بازنشسته هستن این حقوق عقب مونده برایشون میتونه تأثیر به سزایی در زندگی اونها و در زندگی خانوادهشون داشته باشه. در برنامه امروز رو در رو ما با یکی از کارگران بازنشسته که برای بیش از مدت 3 سال حقوق عقب مونده از کارفرما طلبکاره و یکی از اون 600 کارگری است که حقوق عقب مونده طلبکاره و هنوز کماکان به دنبال وصول کردن حقوق عقب موندهش از کارفرماست و کوچکترین پاسخی از دولت و مقام‌های دولتی نگرفته خواهیم بود و نظرات او رو میشنویم. از شما دعوت میکنم که به گفتگوی من با این کارگر توجه کنید. اعتراضات کارگرای فولاد اهواز برای چی شروع شده؟ خواست کارگرا چیه؟ بله بله، یکی از بازنشسته های لوله سازی خوزستانم. حدود 6 سال خورده که بازنشست شدم، سنواتم رو نگرفتم تا حالا. خدمت شما که عرض کنم 3 سالم حقوق طلب دارم از شرکت. بله، یعنی من 3 سال حقوق موقع طلب دارم از شرکت. شکایتم کردیم، 3 تا هم حکم داریم تو دستمون. بله خب برای چی؟ مثلا هر چه دستمون داریم متاسفانه قدرت سهامدار خیلی بیشتر از دستگاه قضای ماست. دستگاه قضا گویا زورش به آقا نمیرسه. بله، 600 نفر طلبکار از این آقا. 600؟ در سالم هیچ. بله 600 نفر. صدا قطع میشه. بله بله، الان چی؟ صدا منو دارین؟ 600 نفر از بله بله. 600 نفر طلبگارن و صداشون هم به اینا برای چند وقت حقوق نگرفتن؟ حقوق که ما بازنشسته ایم. بله بسنم. خب حقوق بازنشستگیتون رو طلب دارین دیگه. ما بازنشسته بله. ایم. بله. نه، ما بازنشسته از زمانی که بازنشسته شدیم سازمان تامین اجتماعی زحمت کشیدن ما رو بازنشسته کردن. حقوق میگیریم از سازمان تامین اجتماعی. اما ما 3 سال زمانی که سر کار بودیم حقوق طلب داریم. 3 سال درست 36 ماه. بله بله، 36 ماه حقوق طلب داریم به اضافه کل سنواتمون. شکایت هم کردیم، حکم هم گرفتیم، رأی هم به اون دادن، اما حکم ما اجرا نمیشه. خب جواب اون مشکل ما. بله، جوابشون به شما چیه؟ چرا اون حقوق عقب جوابشون چیه به شما؟ چرا اون حقوق عقب مادر عقب جواب اصلا هیچ جواب منطقی تا حالا من از هیچ کس نشنیدم. تهران رفتم، هر جایی که بگی از بیت رهبری تا نمیدونم شکایت قضات پیش خود داستان کل کشور پیش همه رفتم. هر جایی هم که میرم، تهران هم که میرم، میگن آقا جون شما باید بریم مشکل به تو استان هستیم. آقا جون استان مشکل من حل نمی کنه. اگر استان حل می کرد مشکل منو، من که اینجا نمی اومدم. برای چی می اومدم اینجا؟ این حکم، این مدرک، این سند، همه اینا تو دست من هستن. شما
شما اینا رو ببینید، اگر واقعا من به حساب یا شما به حساب بگید. بله. اما خب متاسفانه کسی گوشش بده کار نیست. جامعه کارگری تنها جامعه ایه که داره تو سری میخوره. بله. شما شما چند وقت اونجا کار کردین؟ سابقه کاریتون چقدر بود؟ من 23 سال نیم اونجا سابقه کاری داشتم. سخت زیانوار بودم. بله. باکچت شدم. من لحاظ قانونی تازه 37 سال نیم من سابقه کار داشتم که باکچت شدم. بله. منتی سازمان تامین اجتماعی نداره رو سر من که باکچت هم کرده. بله. خب این 600 نفر خب بله. همه همکاران به همین درد گرفتارن. بله. بله. خب این 600 نفر کارگری که حقوقشون رو طلبکارن، آیا شما تجمعی بله. چیزی دارین؟ چجوری راجب حقتون دارین؟ تجمع ما تا یکی دو سال پیش هم تجمع داشتیم. بله. تجمعاتمون هم همه خط شدن به درگیری و برور. الان هم همکارا همه سنشون بالا رفته، همه داغون، اکثر سکته کردن، مردن. خیلی از همکارای ما همکار داشتیم کلیه فروختن، خانواده ها هم پاشیدن به خاطر این مسائل. خب خیلی ها رو داغون کردن اینا. ما خیلی از همکارامون اصلا حقوق به چش ندیدن، سکته کردن. عباس حس جوش و بدبختی هر وقت هم میومدیم بیرون با درگیری و این ورور میزدن اون در حد ستیه این آقا غلط کرده هیچی نمیخواییم. با تشکر که فکر میکنم تنها چیزی که اون جمهور اسلامی وجود داره اینه که کسی نمیتونه به حق حقوق خودش برسه. ما یه بار صبح جلسه داشتیم با داستان احواز، خدمت شما که عرض کنم تمام مسائل بهش گفتیم، مدارکی که بهش نشون دادیم که آقا قضیه ما اینه با یه آقای سالدار، یه شخصی به نام آقای عشقی. بله. مشکل ما اینه با یه آقا پول ما پرداخت نمی کنه. این حکمه که قاضی برامون صادر کرده، حکم اجرا نمیشه. با چه توپ تشری که اومد فلان میکنم بوا میکنم. آقای عشقی که سالدار اصلی شرکت نشست با آقا صحبت کردن، بعد از جلسه ما تمام شد، بعد او آقا رفت نشست. یه نیم ساعت نشست زمانی هم که اومد بیرون پوزخندی به ریشه همه ما زد و رفتیم سراغ داستان با جد بیرون از اتاقش درشی گرفتیم آقا مشکل ما چی شد پس چه کار کنیم؟ هیچ جواب به ما نداد. تو آسانسور رفت، خود شخص من پا گذاشتم جلو در آسانسور نمشتم در بسته بشه. آقا ما از صبح تا حالا اینجا منتظر جوابیم، با شما صحبت کردیم، ما جلسه داشتیم با هم دیگه، پس شما گفتیم بله جلسه ما به شما جواب میدم. گوهی جواب دارت ندارم، خیلی هم با تو پتشر برو تا موشی جوابتون بده. مگر ما همه بچه ای نمیفهمیم، نمیدونیم که اینجا چه خبره؟ این مملکت همش برش و رش و خاریه، نمیدونیم واقعا، نمیدونیم دیگه، دستان به جای بند نیست، نمیدونیم چه کار کنیم. خب شما الان حالا شما بله. بخواد از صداسیما باشین، اطلاعات باشن که بخواد باشین ولی اون واقعیت، اون چیزی که من تو دلمه و کشیدم گفتم. بله. نه ما از بله من از برنامه رو در رو باتون تماس میگیرم از کانال جدید. ما صدای بله ما صدای کارگران خدا کنه که انشالله بله. مسئولین لاغل یه خورده به خودشون بیا بتونن موز ما رو بدن. 3 سال فقط حقوق طلب داریم دور سنواتمون، ما 36 ماه حقوق نگرفتیم. یعنی به هر کس میگن که ما 36 ماه میگن پس چجوری زنده موندی؟ 36 ماه حقوق نگرفت، فقط داریم حرف میزنیم. اون کسی که نگرفته میفهمه من چی میگم. 36 ماه حقوق نگیری چطوری زندگی کردی؟ چه جوابی دارم به اطرافیان خودم؟ دم دزدی کردم؟ چطوری زندگی رو گذراندم؟ فقط با بدبختی، با فلاکت. ما هیچ کدوم آسایش روحی روانی نداشتیم. سازمان تامین اجتماعی هم بازشت رو نمی کرد. 37 سال نیم
سابقه دارم بازشست نمی کرد. با هزار بدبختی بازشست شدم. مگه ما گناه کردیم؟ چی کار کردیم؟ گناه ما اینه که فقط کارگریم؟ خب الان بله بله خواهش میکنم الان شما پیامتون برای کسایی که صدای شما رو میشنوند، برای بقیه کارگرانی که صدای شما رو میشنوند، پیامتون چیه؟ درخواستتون چیه؟ پیامم اینه که جامعه کارگری، همکارام، هر کسی دیگری که هست، آقا جون ما میتونیم اعتراض کنیم. تمام دنیا اصلا حقوق یه چیزیه که نمیتونی ازش گذشت. چرا همکارای ما برای تجمع نمی کنن برای حقوقشون دیگه؟ از چی میترسن؟ اگر مردن خب مردن حقه، برای هم هست. نمیدونم چرا اینجوری آخه. بله یه تجمع درست حالی بشه شاید ما به حقوقمون برسیم. 6 سال 7 سال بازشت شدم، من هنوز هیچی. دختر وقت شوهر دارم، پسر دارم که زن بگیره، همه سن ازدواج گذشته، زورم نمیرسه چه کار کنم؟ بله خب الان مسئولین لاغل اگر مسئولین میشنون، حالا همکارامون هم نمیتونن، من از اون کسی که میپرستیم. بابا شما اگر انسان هم هستیم، واقعیت به مسئولین دارم میگم، یه ذره انسانیت به خرج بدین، مشکلات ما رو حل کنین. ما خواهد دیوار کسی بالا نرفتیم. بابا 3 سال حقوق نگرفتیم. بله چه کار کنیم؟ با تشکر بله. نه باشه دست شما درد نکنه. خیلی خیلی ممنون. ان شاءالله که مسئولین به خودشون بیان. زنده باشین. همکارام هم به خودشون بیان. لاقل جامعه کارگری به خودش بیاد. ما اگه یه خورده پشت همگی داشته باشیم، هیچ سهامداری نمیتونه حق ما رو پایمال کنه. بله. خب شما الان بله شما جزء کارگران لوله‌سازی خوزستان بودین، همین الان کارگران فولاد اهواز. کارگران فولاد اهواز اعتراضات وسیع رو اونم به درد ما گرفتارن. بله. شما میتونین تو اون اعتراضات شرکت بکنین، از اونا بخواین که از شما حمایت بکنن و خواست شما رو خدا کنه. ببین دوست عزیز، بله ما یه زمانی میومدیم بیرون، اگر شما اهواز بلد باشیم، ما 10 روز پشت سر هم دیگه از خیابون 24 متری فلکه مجسمه را می افتادیم، می اومدیم تو نادری، می رفتیم تو خیابون نادری سینسی و می رفتیم بالا جلو حسینی اعظم، اونجا ختم جلسه بود. 10 روز تمام این کار کردیم. روز 10 برای هر نفر از ما بیشتر از 10 تا گارد ویژه گذاشتن، همه ما رو با گاز اشکاور و باتون و فلان هم کارامونو خودمونو زدن، خیلی ها رو دستگیر کردن که همون شب همه رو آزاد کردن. اما خب واقعیت ما حقوق رو نمیخواییم. ما با هیچ کس مشکلی نداریم، نه مشکل ما سیاسیه، نه زهرمانیه، هیچی نیست. آقا ما حقوق رو نمیخواییم. باید به کی بگیم؟ شکایت هم کردیم. 3 تا حکم تو دستمونه. قاضی حکم داده ولی حکم من اجرا نمیشه. تهران رفتم، 100 جا رفتم، هر جایی که به من گفتن فلان جا میتونم بهتون برسم رفتیم، ولی متاسفانه کسی گوشی به حرف ما بده کار نیست که نیست. بله. امیدوارم جامعه کارگری یه روزی بیدار بشن، حداقل پشت هم داشته باشن، برای یه روز هم پیش شده کمک حال هم باشن. خب همونجوری که گفتم الان توی بله الان ما اعتراضات وسیع کارگری رو داریم، کارگران فولاد اهواز که 6 روز از اعتراضشون گذشته. خوبه که شما تو اون اعتراضاتشون شرکت داشته باشین. کارگران نیشکر هفتپا رو داریم با تشکر که به ما اطلاع نداشتم، واقعیت تو شهرستان هم اطلاع نداشتم. بله. اما خدا کنه غیر از همکارا حتی مردم هم مشارکت کنن تو این اعتراضات. بله بله مردم هم مشارکت کنن. این درد همه هست، درد اون کارگری که حقوق نگیره نیست تنها. بله. درد دامه هست. بله. خدا کنه همه دست به دست هم بدن. بله. با تشکرم از شما، خواهش میکنم، همه بینندگانتون، شنوندهاتون،
خواهش امیدوارم که حداقل اگر مسئولین هم حرف ما رو شنیدن یه پخلی گوششون به ما بده کاروشن. مردم اون چیزی که میپرستیم کمک کنیم. خیلی ممنون که به ما وقت دادین. با تشکر بسیار زیاد از شما که به ما وقت دادین. به امید موفقیت براتون.